سناریوهای همزمان برای توجیه یک رسوایی. پس از افشای توطئه تروریستی برای قتل مخالفان رژیم در دانمارک که واکنش شدید دولت دانمارک و کشورهای اسکاندیناوی و سایر کشورهای اروپایی را در پی داشت، رژیم آخوندی خود را به در و دیوار می‌زند که خود را از این محلکه در ببرد و در همین رابطه به انواع توجیهات متوسل شده است، از نسبت دادن این توطئه به استکبار و صهیونیست و مجاهدین برای به هم زدن روابط رژیم با اروپا تا نسبت دادن این قضیه به عناصر خودسر و غیره. شایان ذکر است که سناریوی عناصر خودسر که بارها توسط رژیم برای توجیه جنایاتش از جمله در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای در سال‌های دهه 70 به کار گرفته شده، آخرین تیر ترکش رژیم است و هنگامی اجرایی می‌شود که قضیه بیخ پیدا می‌کند و رژیم برای کور کردن سرنخ‌هایی که تا بالاترین نقطه حاکمیت امتداد پیدا کرده، ناگزیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گزارش رسانه‌های حکومتی، ظریف وزیر خارجه رژیم طی یک گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه دانمارک ضمن رد آنچه آن را ادعاهای واهی مبنی بر انجام عملیات تروریستی در دانمارک، آمادگی رژیم را برای همکاری با مقامات امنیتی دانمارک جهت روشنسازی ابعاد مختلف این دسیسه و کشف حقیقت اعلام کرد. سایت حکومتی دیپلماسی ایرانی در ادامه این مطلب می‌افزاید ظریف در این حال به تلاش آشکار رژیم صهیونیستی برای تخریب روابط ایران و کشورهای اروپایی و از بین بردن ابتکارات اروپا برای حفظ برجام اشاره کرد و آمادگی کشورمان را برای همکاری با مقامات امنیتی دانمارک به منظور روشنسازی ابعاد مختلف این دسیسه و کشف حقیقت اعلام کرد. نسبت دادن رسوایی دانمارک به دشمنان نظام تا کنون تم قالب تبلیغات رژیم به ویژه مهره‌ها و رسانه‌های باند خامنه‌ای و گماشته‌های ولی فقیه در نمایش جمعه است که طبق معمول با سوس مظلوم نمایی و خود قربانی نمایی همراه است. آخون عرافی، امام جمعه موقت قم، 9 آبان 97. و این بهانه‌جویی ها و بهانه سازی های اخیری هم که در دانمارک شد، معلومه که برای لوس کردن اون فجایعی است که در یمن و در ترکیه انجام شد. اما به نظر می رسد تابلوی به میان کشیدن دشمن خارجی خنک‌تر از آن است که بتواند دولت های اروپایی را قانع کند. بنابراین رژیم به طور همزمان سناریوی دیگری را هم مطرح کرد و واعظی رئیس دفتر روحانی روز چهارشنبه گذشته گفت بلافاصله روز گذشته رئیس جمهوری دستور بررسی دقیق دادند. آنچه در خبرها آمده نمیتواند قابل قبول باشد. در آستانه 13 آبان و آغاز تحریم‌های ادعایی برخی به دنبال تغییر فضا هستند. روابط ایران و اروپا و مذاکرات برجام به خوبی پیش می‌رود و ادعی به دنبال وارد کردن خلل به این روابط هستند. این نحوه اشاره و بیان اینکه ادعی به دنبال اخلال در روابط با اروپا هستند به نظر می رسد اشاره به عناصر درون حکومت دارد. این موضوع را روزنامه ایران، ارگان دولت روحانی، با صراحت بیشتری تحت عنوان ضرورت پیگیری قاطع در قضیه دانمارک اینگونه مطرح می کند. در یک نکته تردیدی نیست و آن وجود ظرفیتی در ماست که می توانند اینگونه برنامه ها را علیه ایران طراحی و اجرا کنند. از سوی دیگر اگر چنین ارتباطی بوده که به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود. تجربه گذشته در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که در مواردی نیروهای خودسر کارهایی می‌کنند که دود آنها به چشم حکومت و مسئولی می‌رود. برای حل این مسئله باید قاطع و بدون کوچکترین اغماض و نیز با شفافیت نسبی برخورد کرد.